دانشجو نمیموده که دو سال سه سال دیگه اون چیزایی که شما یاد گرفتی یاد میگیره، چیزای تازه هم یاد میگیره. در نتیجه مسئله من این شد که شما چگونه میتوانی معلم خوبی باشی تو هر حوزه ای بدون اینکه مخاطبت مرعوب بشه، چجوری میتونی درس بدی بدون اینکه الفاظ و اصطلاحات قلمبه سلمبه رو به دانشجو تحمیل کنی یا یه جوری باش حرف بزنی که طرف میدون در. این شد مسئله من. بعد منتقل شد به فلسفه، اینه که شما چگونه میتوانی فلسفه درس بدی و مخاطبت مرعوب نشه. این سوال اصلی بود. حالا همین سوال تو ریاضی برای ما پیش اومد. از کجا این پیش اومد؟ یعنی برای من موضوع صحبت میخوام بکنیم اینه که اون سالایی که من هنوز دانشجو بودم مجید کتابی نوشت، فکرم اولین کتاب مجید بود که ظاهراً هیچ ربطی به ریاضی نداشت ولی ریاضی بود، مثل کتاب داستان بود ولی زندگی روزمرمون بود. تمام چیزایی که اتفاقای روزمره که برای ما افتاده بود اومده بود به زبان ریاضی و به زبان کد و رمز نوشته بود. کتابش بود با ذره تا بی نهایت مهر. حالا من از اینجا دیگه میسپرم دست مجید اونو توضیح بده، بعد شروع میکنم به چند تا سوال پرسیدن بعد اون پیش بره. تو شخصیت اصلی اون کتاب هستی دیگه. آره من اولین کتابی که من نوشتم، آره اولین کتابی که من نوشتم سال 77 فکر کنم شروع کردم به نوشتن، شاید هم یه ذره زودتر شروع کردم به نوشتن و فکر میکنم که حدود همون 77 این کتاب چاپ شد که با تولد کامیارم همون سال هستش. یعنی اولین کتاب من با تولد کامیار همزمان بوده تقریبا. و بعدن خیلی وقتا مثلا در روز پدر بچه ها از طرف کتابای من برای من تبریک روز پدر میگفتن، یعنی اینکه انگار مثلا کتابای من فرزندان من هستن. حالا حدود 30 تا کتاب دارم، از پیام میدادن مثلا خیلی ممنون پدر که باعث شدی که ما به دنیا بیاییم و اینا، مثلا کتاب بازار رو تابی نتونر. آره یه شوخی بود که بچه ها با من میکردن بعضی وقتا. در صورت این کتابه ماجراش این بود که من دنبال این بودم که یه جوری خیلی ساده کنم جریان رو برای همه، و عنوان این صحبتی هم که گذاشتیم به شکرانه یه راه رفته همین هستش که چرا من تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. فکر میکردم من یه راهی رو رفتم، مثل یه کسی که توی یه باقی مثلا رفته و حالا میخواد گزارش رفتن به اون باق و استفاده از اون نمیدونم هوای خوش و چهچهه پرنده ها و اینجور چیزا رو میخواد به اطلاع بقیه برسونه. بنابراین من احساس میکردم وظیفه دارم به خاطر این نعمتی که به من عطا شده من یه جوری این نعمت رو بازگویی کنم، توی این کتاب برای بقیه تعریف کنم که چی هستش. و خیلی اصرار داشتم که این کتاب توش فرمول نداشته باشه، تا جایی که میشه خیلی ساده باشه. بعدن موقعی که برای چاپ کتاب رفتم اقدام کردم، حامی خواستم از یه کسی که حمایت کنه، که بعدها متوجه شدم که این بیشتر یه لطیفه است که آدم دنبال کسی بگرده بعد خودش به این فکر باشه که این کارو بکنه. ولی دنبال یه نفر میگشتم، مثلا چند تا چاپخونه بردم، ناشر با ناشرا صحبت کردم، به من میگفتن که خب این کتابت چیه؟ میگفتم که ریاضیه. میگفتن اگه ریاضیه چرا تست نداره توش؟ یه چند تا تست توش بذاری فروشش خیلی بیشتر میشه. حالا تو بیا یه مثلا 50 تا تست هم لابلای اینا بذار. میگفتن آخه این داستانه، من سعی کردم ریاضی رو در قالب داستان یاد بدم و قصدم این هست که فرمول و اینا هم توش نداشته باشه. میگفتن نه، اگه تو بتونی یه چند تا تست بذاری خیلی فروشش میره بالا. در اصل داریوش یکی از شخصیت های اصلی اون داستان هستش و ماجرای ما این بود که من انگار تبعی کشور ریاضیات بودم. حالا به خاطر اینکه دیگه تقریبا دکترامو داشتم میگرفتم، یعنی چاپ کتاب با اخص دکترای من تقریبا همزمان شده بود، شاید مثلا با یه ماه فاصله، که من داستان از این قراره که مثلا من تبعی ریاضیات هستم. بعد یکی از دوستان من به من میگه من از ریاضیات خوشم نمیاد، که همین داریوش هستش، و بعد بهش میگم بیا من برات دعوتنامه میفرستم، بیا سفارت ریاضیات یک با دعوتنامه‌ای که من بهت میدم یه ویزا بگیر، بعد بیا تو کشور ریاضیات اونجا تا ببینی اوضاع از چه قرار هستش. این کل ماجرایی بود. اسمش هم هست با ذره تا بی‌نهایت مهر، چون من خودم رو ذره میدونستم که میخوام به مهر برسم، مثل این جریانی که توی ادبیات عرفانی ما هم وجود داره که میگه موقعی که نور آفتاب میفته ذرات که جلوی نور آفتاب اینجوری دارن میرخصن، به عشق این هستش که به مهر برسن، به خورشید برسن. و این اسم کتابم اینجوری هستش که همراهی با ذره هست برای رسیدن به مهر. انگار داریوش به عنوان شخصیت اصلی این داستان داره همراه من میشه برای اینکه ما بریم به کشور ریاضیات برسیم، و کشور ریاضیات هم مهره، مهر به معنی خورشید. آره ولی آره، تو داستان این اتفاقایی که تو داستان میفته اینی که
خیلی حوادث بامزه پیش میاد توش دیگه. بعد مثلا یه آدم سرگشته یه شوریده یه شیدایی که وقتای خلبازی از خودش در میاره، ولی کاراکتری که من کاراکتر من یه وقتای کاراکتری آدم عاشق میشه، یه وقتای کاراکتری آدم خلدیوونه است، آره 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 اینجوری همش هم هست، شعر یعنی میخونه. به حقیقت خودت خیلی نزدیکه اون کارکتره. آره چه مایه های دیوانه بازی و اینجور چیز هم داره. و یه چیزی هم که هستش، من فکر میکنم، بله اون موقع من دانشگاه دامغان بودم و من فکر میکنم که یه نکته ای هم که توی این ماجرا هست اینه که اون موقع تو یک کیفی داشتی که نمیدونم هنوزم این عادت رو داری یا نه، ولی توی این کیف فوق العاده سنگین بود، یعنی من یکی دو بار میخواستم بهت کمک کنم نمیتونستم، توش حافظ و نمیدونم مولوی و همه این چیزا بود. الان من میگم حافظ و مولوی، نه یه جریان خنده داری برای تعریف هم داریش. ما تهران بودیم، من دانش آموز بودم، تازه لوله کشی گاز شده بود خونه ها. بعد این لوله کشی که اومده خونه ما یه شاگردی داشت، این شاگرده همینجوری داشت نگاه میکرد، خب در حد خوندن کلمه ها رو بلد بود، یه دفعه اومد نگاه کرد تو کتابخونه ما خب سعدی داشتیم، حافظ داشتیم، مولوی داشتیم، خیلی چیزا توی کتابخونه بود، یه نگاه کرد بعد برگشت به من گفت شما همه خیابونا رو دارین. آره یعنی فکر میکرد که این کتاب کلا راجب خیابون مولویه، مثلا اون کتاب دیگه راجب خیابون سعدیه، یعنی کامل تمام جزئیات خیابون سعدی رو توضیح داده. و بعد کیف تو هم همه خیابونا رو داشت، یعنی یه کیف خیلی سنگینی بود که توش سعدی داشت، مولوی داشت، حافظ داشت، نمیدونم همه اینا رو داشت، همیشه همراهت بود. نمیدونم حالا که گوشی های هوشمند هستش، آدم میتونه توی تبلت و لپتاپ و این چیزا همراهش داشته باشه. و علاوه بر اون مسئله مهم دیگه هم این بود که تو غیر از اینکه این کتابا رو در ذهنت داشتی، همیشه همراهت بود و هر موقع شروع میکردی به صحبت کردن ساعت ها میتونستی در مورد هر کدوم از اینا صحبت کنی، ولی خود کتابا رو هم با خودت چیز داشتی، با خودت همراه داشتی، یعنی به طور فیزیکی هم این کتابا توی کیفت بود و کیف خیلی سنگینی هم بود. و تو داستان هم اینجوری هست که ما میریم فکر کنم یک جا مهمونی میریم خونه یکی از ریاضیدانا توی این داستان و تو شروع میکنی راجع به حافظ صحبت کردن و اونا خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن از اینکه تو در مورد حافظ توضیح میدی. در کشور ریاضیات مثلا توی یکی از استانا که رفته بودیم، مهمون یکی از ریاضیدانا بودیم، در مورد و از تو کیفت کتابا رو در میاری شروع میکنی توضیح دادن، یه قسمتی از داستان همینه. آره این قصه کیف، اولا که این کیف توی دورهای مختلف زندگی من عوض شده. این جای شروعش در واقع از اون زمانیه که من شاید 12-13 سالم بود، میرفتم کلاس زبان، بعد حالا کیف نبودم و یه چیزی بود زیر بغلم میزدم، همیشه این دکشنری قطیز قطور آکسفورد تو کیفم بود، سنگین با خودم میبردم. اون موقع هنوز به این فازا نیفتادم. اون زمانی که این حافظ مولوی اضافه شد، شاید مثلا همون سال اول دانشجویی من بود، سال 71-72، و ثابتم بود که چیه دیگه. مثلا از سال 72-73 بعد یه دیوان حافظ بود و یه دونه چیز توش بود، یه دونه لب لباب مثنوی توش بود، یعنی اینی که تصحیحی که عید نفیسی کرده بود از خلاصه در واقع مثنوی. همیشه این دوتا تو کیف من بود تا سالهای سال، یعنی تقریبا تا آخرین سالهایی که من تو ایران بودم اینا همراه من بود و تا زمانی که من ایران رفتم. یکی دیگه هم بود که خیلی دوست داشتی ازش چیزی می نوشتی و اینا، کی بود غیر از مولوی و حافظ؟ سایه بود دیگه، سیامش سایه بوده دا بود. نه سایه نه، چیز فکر کنم متنای عرفانی و اینا داشتش. عین‌القضات همدانی رو میگی؟ عین‌القضات همدانی. آره آره عین‌القضات همدانی هم جزو اوناست. اون اینا سیاره دبستانی آره. هن دیگه عین‌القضات و حافظ و مولوی اینا همیشه بودن با من، یعنی از موقعی که من یادم میاد از اوایل دهه 70 تا الان با من بودن و پیش نیومده تا حالا من هیچ جایی چیزی نوشته باشم، خونده باشم، یک کدوم از اینا یه جای حضور نداشته باشه، یه جای من. آره عین‌القضات من به واسطه تو با عین‌القضات آشنا شدم. من خودم حافظ بلد بودم، حالا یه ذره مولوی، ولی عین‌القضات رو از طریق تو آشنا شدم. آره مسئله اینه که مسئله اینه که چرا این کارو کردیم؟ چرا یعنی چه فلسفه پشتش هست که آدم تصمیم میگیره شروع کنه به من برای کتاب چاپ کردن خیلی مشکلات زیادی داشتم موقعی که میخواستم کتاب چاپ کنم، حالا به دلایل زیادی این مشکلات بود،
شاید یکی از دلایل مهمش مسئله مالی بود که از جای تامین نمی شدم و توی موقعیت سختی هم بودم که خودم باید تامین می کردم که این کار رو انجام بدم، ولی این راه رو با فراز و نشیب بسیار ادامه دادم و کتابم زیاد نوشتم. دلیلش فکر می کنید چی بوده؟ من یعنی جواب شو بدم؟ آره، تو فکر می‌کنی تو مثلا اخلاق منو که سراغ داری چرا من اینقدر مداومت کردم رو این کار رو اصرار کردم که این کار رو انجام بدم؟ ببین من فکر می‌کنم که حس، حالا اینو راجع به از منظر خودم هم میتونم بگم، از اون برای حد سعی می‌کنم حد بذارم چیه. آدم موقعی که چیزی خیلی دوست داره و خیلی به دلش نزدیکه و با تمام وجودش با تمام اشتیاق و نمی‌دونم با تک تک ذرات وجودش بهش علاقه داره و میخواد اینو دنبال کنه و یه ذوقی و لذتی ازش میبره، میخواد دیگران رو با این شریک کنه و در واقع میخواد تمام تلاش رو بکنه که تا حتی الامکان این موانعی که بر سر راه بردن دیگران از این چیزی که ما ازش لذت میبریم و برداره و اینا رو نزدیک، یعنی یه سفره پهن شده، شما میخواد بقیه هم دعوت کنیم میشینن سر این سفره همون لذتی ببرن که شما میبرید. یه بخش ماجرا به نظر من اینه، یعنی من تو کار تدریس خودم هم اینجوری هم، یعنی اگه قرار باشه یه مفهوم پیچیده رو توضیح بدم تمام زورمو میزنم که با ساده ترین راه ممکن با کمترین اصطلاحات فنی بدون پیچیدگی های فلسفی مسئله رو توضیح بدم که طرف بفهمه من چی دارم میگم، نه به خاطر اینکه من رو تایید کنه بلکه به خاطر اینکه خودش عالی ببره، خودش ذوقی ببره، یعنی مشترک بشه در این لذت معنوی از یه جهتی. این حدی که من میزنم یکیش اینه، یکیش هم همین که مثلا این که خب نعمتیه که خدا داده. مثلا من یه سری نعمت ها هستش که داشتم توی وجودم احساس کردم که خدا اینو به من داده، بعد یه جوری ازش استفاده کنم، یه کاری توی این زمینه انجام بدم که اینو تبدیل کنم به یه چیزی که بمونه. و یکیش هم خود این مبارزه‌ای بوده برای بودن، یعنی این که علی رغم همه چیزایی که مشکلاتی که وجود داره آدم سعی کنه که اثبات کنه که میتونه یک کاری رو حتما انجام بده. آره این و به نتیجه فلسفی بزرگتری داره. نکته بزرگترش اینه که بالاخره هر آدمی تو زندگیش اینو کشف میکنه. ببین من این باور منه، من فکر میکنم هر آدمی توی دنیایی که به دنیا میاد اصلا فرق نمیکنه شما اعتقاد به وجود خدا داشته باشی یا نداشته باشی، هر کسی تو این دنیا یه کاری میتونه بکنه که اصلا منحصر به فرد خاص خود اونه. خب حالا توی ادبیات دینی هم میگن که میگن و کل یعمل و علی شاکلته، هر آدمی به شاکله خودش عمل میکنه. شما ساختن برای که یه کاری انجام بدی و اون یه کار رو فقط شما یه نفر میتونی بکنی، هیچ کسی دیگه ای نمیتونه بکنه، شمایی که باید این تمام حق زندگی رو ادا کنی. حالا از هر کسی میتونه این کار انجام بده، یه کار عمومی رو انجام بده، ولی یه کار خاصی هست که شما میتونی انجام بدی و بعد آدم بهش علاقه داشته باشه، با شور اشتیاق بره دنبالش به رغم تمام این سنگ‌اندازی‌هایی که جلوی پاش میشه، آخر راه خودش رو پیدا میکنه. ولی اصلا یه رفتار خودش هم امتحانه دیگه، یعنی شما شاید بدونی که خودت بدونی به یه سمتی راهسپاری داری میری، سنگ میندازن جلوی پا، دل سرد میشی، مایوس میشی، حالت گرفته میشه، اعصابت خرد میشه، ولی اگر خصلت این سیلان و جاری بودن درت باشه، این مثل یه رودخونه ایه که این سنگ رو دور میزنه، یعنی هر چقدر سر نمیکوبی به سنگ، یاد میگیری عبور کنی، رد شی، برای خودت یه راهی پیدا کنی، از وسط سنگ خارا هم که شده رد شی، بالاخره به اونجایی که خودت میخوای برسی. یعنی انگار یه مسیر محتوم مقدر ناگزیریه که بخوای نخوای تو اونجا خواهی رفت. بعد این قدرت هم حتی برای اهل قدرت هم اتفاق میفته، آدم قدرت طلب میتونه یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال چیز باشه دیگه، دور بمونه از قدرت، ولی اگه به قدر کافی پاشو بکنه توی کفش آخرش به قدرتش میرسه. خب حالا چه نتیجه‌ای داره اون بماند، ما نمیخوام الان وارد بحث نمیدونم اخلاقی اینا بشیم، ولی نکته من اینه که هر آدمی این مسیر رو طی میکنه و بالاخره به اون چیزی که بخواد میرسه. توی این چه میدونم روایت های دینی، توی این احادیث اینایی که میان میگن که آقا اصلا افکان حدیث قدسیه، میگن که بنده اگه خود دنیا رو بخواد دنیا رو بهت میدیم. چی میخوایم از دنیا؟ تمام دنیا رو میخوایم، میخوای پول زیاد داشته باشی، خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، مقام داشته باشی، موقعیت، همه رو بهت میدیم، یه خورده پات اصرار بکن، دندونم رو جگر بذار، سب کنی، همه رو بهت میدیم، آخرت میخوای، آخرت رو بهت میدیم. نسیگه داره دنبال چی داری میگردی؟ مثل قصه ابراهیم ادهم دیگه. ابراهیم ادهم تمام ملک رو ول کرد، بعد یکی رفت توی مثنوی اومده دیگه داستان، یکی رفت بهش گفتش که آقا تو چه دیوونگی کردی،
یه نشسته داره یه چیزی میبافه باید تور میبافه مثلا ماهیگیری دست دریا این همه مول کنه میدونم مال منال داشت اینا رو ول کردی همه اعتبار اومده که چی حالا مفلس بدبخت گفت این سوزنه که دستش بود و سوزنه سنگ زده یه بیسر تایی بود انداختش تو آب بعد گفتش این سوزنه من بس بدی بعد یه میگه هزاران ماهی هر کدوم تو دهنشون یه سوزن زرین اومد بیرون گفتن آخو بیا این سوزن شما اصلا پیام حالا این چیزه دیگه مبالغه است دیگه همچه اتفاقی که نیفتاده میخواست من دیگه آقا من یه چیزی گذاشتم کنار یه چیزی در ازاش گرفتم که تمام این داشتن عالم در برابرش هیچه حالا اینه که تو چی میخوای چه چیزی تو رو اشباع میکنه چه چیزی به تو رضایت میده چه چیزی حالتو خوب میکنه میری اون کارو ببین یه چیز دیگه که میشه گفت همین صحبتی که کردی راجع به هدف داشتن و اینکه آدم یه کار منحصر به فردی انجام بده من همیشه معتقدم که اینکه میگن خداوند هدف داشته از خلقت بشر خیلی خیلی جمله کلی هستش خب نسل بشر رو به طور کلی با هدف به وجود آورده ولی میشه گفتش که مثلا منو با یه هدفی به وجود آورده میشه خیلی ظریف‌تر بگیم که لحظه لحظه زندگی منو با یه هدفی به وجود آورده بنابراین من در هر لحظه از زندگیم باید یه کاری بکنم که بقیه دنیا رو هم دیگه حالا به زبون جبر خطی بخوایم بگیم نمیخوام ناراحتت کنم با اصطلاح ریاضی ولی ترکیب خطی همه دنیا تمام هستی و کائنات رو هم دیگه نمیتونن اون کاری که اون لحظه من باید انجام بدم و نمیتونن انجام بدن چون اگه تو اون لحظه من میشد ترکیب خطی بقیه مخلوقات خداوند این کار رو انجام بدن دیگه من بیهوده بودم تو اون لحظه بنابراین من یه کار منحصر به فردی میتونم بکنم که حتی مجموعه همه اون بقیه هستی غیر از من نمیتونن اون کار رو انجام بدن و این کار منحصر به فرد فقط توسط من باید انجام میشه بنابراین من وظیفه دارم اینو پیدا کنم و انجام بدم برای اینکه تو اون لحظه از زندگیم از خلقت از هدف خلقت دارم دور میشم اگر که اینجوری نگاه کنی خدا میتونست مثلا منو اینجوری خلق کنه که در لحظاتی که مفید نیستم خب نباشم مثلا زنده باشم نیم ساعت دیگه قرار فایده ای نداشته باشم بمیرم دوباره نیم ساعت بعد به دنیا بیام اینکه ما به طور پیوسته زنده هستیم حالا اگه واقعا پیوسته باشه زندگی ما نشون میده که به طور پیوسته هدف داشته خلقت و ما در لحظه لحظه زندگیمون یه کار منحصر به فردی رو باید پیدا کنیم که کسای دیگه نمیتونن تو اون لحظه انجام بدن اگر من اینو پیدا کنم فلسفه هستی رو متوجه شدم و اگه این کار رو بتونم به درستی انجام بدم دارم در راستای اهداف خلقت دارم حرکت میکنم اگه نتونم این کار رو انجام بدم هیچ بعد تو اون موقعی که داری این کار رو میکنی نباید به این فکر کنی که حالا بعد چی میشه برای من مثلا جامعه چه عکس العملی نشون میده دولت برای من چی کار میخواد بکنه آیا مثلا حمایت میکنن پیدا میکنن منو توجه میکنن که به من این کارو کردم یا نه به نظر مثلا اینا همه دور میکنه از اون مسئله فلسفه هستی اگه آدم بخواد فکر کنه یعنی حتی در آره ببین یه نکته ای که اینجا هست ببخشید صحبت قطع کنم این نکته ای که این وسط هست حالا یه لحظه فرض کن فاصله بگیری از این فضایی که شما باور داری به خدا یا مثلا اعتقاد داشته باشی این نمیدونم تکامل این هستی این انرژی هر فرق نمی کنه از چه منظری نگاه می کنی ولی نکته ای که توی پشت این ماجرا هست اینی که برای بعضی از آدم هایی که اشتیاق انجام یک کاری دارن اسبابش مهیا میشه خواسته یا ناخواسته مقصود اسباب مهیا شدن این نیست که شما میلیونر میشی خب مقصود اسباب مهیا شدن مثلا اینه که شما استعداد ریاضی داری میگی بهترین نمره ریاضی میگیری بهترین دانشگاه میری موقعیت درس دادن پیدا میکنی چهار تا استاد معلم خوب پیدا میکنی کسایی که مسیر فکری و حرفه‌ای تو رو میتونن داره تعیین کنن و اینا ظاهرا به تصادف پیش میاد یا شاید هم اگه اعتقاد به وجود خدا و اینا داشته باشی به حکمت الهی پیش میاد ولی این چیزایی که حالا به تعبیر فلسفی بهش میگن کانتینجنسی امکانهایی که به وجود میاد یعنی شما پلان نمیکنی برنامه‌ریزی نمیکنی اینا اتفاق بیفته نمیدونی چه جوری شده اینا پیش میاد برات دیگه اینا میگه چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد اینا پیش میاد و برای یکی دیگه پیش نمیاد ممکنه یه کسی باشه مثلا 5 تا استعداد داشته باشه بعد میره توی یه عالم دیگه میفته طرف مثلا دزد خوبی میشه پیش میاد دیگه آره من اسم اونو میذارم توکل ببین میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید یعنی حتی آدم در برابر خدا هم که کاری داره انجام میده اینکه توقع داشته باشه که یه اتفاقی بخواد براش بیفته اینو داره دور میکنه از اون مسیر بندگی میگه
از در خیش خدا را به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. یعنی حتی اگه ما به خاطر گلابیه بهش مثلا بریم بندگی کنیم و اینا که حالا بعد چه اتفاقی حالا خوشمندی برامون در گلابی نبود. حالا من دیگه سانسورش کردم، حالا مثلا تو بگو حوری. اگر که به خاطر این چیزایی که مثلا در بهش قراره که به ما برسه ما بریم بندگی کنیم، این که ما رو داره از اون بندگی دور میکنه. ما اگر که بندگی خدا رو میکنیم باید بی توقع باشه، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم. نه حالا در برابر بنده خدا که دیگه اصلا، یعنی این که من مثلا یه کاری بکنم برای یه عده‌ای، بگم من وظیفه دارم در راستای این هدف هستی دارم حرکت میکنم، پیدا کردم در وجود خودم که مثلا من میتونم نویسنده بشم، داستان بنویسم، داستانهای ریاضی بنویسم، این کارا رو میتونم انجام بدم و بعد انتظار داشته باشم که مثلا بقیه چه عکس العملی نشون میدن، این حتی به نظرم خیلی چیز نیستش. ولی خب پیش میاد دیگه. اون تراز بالا شما دیگه اینجوری اگه پیش برید که واقعا نیاز به وجود خدا نداری، یعنی اصلا خدا بلا موضوع میشه، چون شما یه جایی نشستی که خدا باشه یا نباشه کارتو میکنی. وقتی انتظار نداری، توقع نداری، اصلا اون رابطه به یه جایی میرسه که تو اصلا حال میکنی با این ایده مشغول باشی، ور بری باش، میدونی؟ این تو این شعر حافظ هست دیگه. من نمیدونم تا حالا توجه کردیم به این رفیقم آقای سایه همیشه اینو برای من میخونه، میگه فکر کنیم به این غزل که میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم سطر اطراف ملکوت با من راه نشین بازه مستانه زدند. همه اینا رو میگه، بعد میگه بعد از این روی من آینه یه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. خب آقا مگه این تمام داستان‌های آفرینش، قرآن، تمام این متون نمیدونم مقدس و ادیان ابراهیمی اینا نمیگن که این آدم ها وجود نداشت، شیرگم نبود، خدا بود و ملائک، بعد خدا این آدم آفرید. بعد میگه که دوش دیدم که ملائک داره میخانه زدن. یا خداست داره این حرف میزنه، خب یا ابلیس داره این حرف میزنه. بعد تمام این حرفایی که داره، یا خدا حافظه که داره این حرف میزنه، این شق سومی هم وجود داره، انگار من خودم هم بودم اونجا. بعد میگه بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در اونجا خبر، تو آینه وایسی کیه میبینی؟ عمتو که نمیبینی، که خودتو میبینی. آینه وصف جمال که در اونجا خبر از جلوه ذات، یعنی خدای رفته این یک کفر خیلی بزرگی گفته، منتها اینقدر لطیف گفته ایش که نفهمیده که این حرف آره داره میزنه. نه اون که خودشو داره، تو هر کاری تو به خودت در وهله اول داری اهمیت میدی، حتی موقعی که محبت میکنی به یه نفر دیگه به خاطر این هستش که احساس خوبی از این محبت کردن داری، بنابراین خودتی که در این نمیتونی حذف کنی. خود خیلی چیز مهمی هستش و نمیتونی از این بین حذف کنی. اون خود همینه که حجاب چهره جان میشه دیگه. یعنی موقعی که داری یه کاری رو انجام میدی در وهله اول، فرض کن به یه آدم مستحقی داری کمک میکنی، داری من خیلی به این فکر کردم که مثلا آدم چجوری میتونه کمک کنه که ریایی توش نباشه. فرض کن یک مبلغی رو میذاری توی پاکتی، اون پاکت رو میدی به یه نفری که اون بده به یه نفر دیگه که اون بده به اون مستحق، که اون مستحق اصلا نفهمه که تو مثلا بهش کمک کردی. بعد میگه من خودمو حذف کردم از این بین و دیگه من صرفا به زندگی اون شخص مستحق فکر کردم که بهتر بشه. ولی آخرش چیه؟ آخرش این شب میخوای بخوابی خوشحالی دیگه از این کاری که کردی، پس به خودت داری فکر میکنی، حس خوبی که از این کار برات ایجاد میشه. مسئله مهم همین هست، حس خوبی که برای آدم ایجاد میشه. این حس خوب نباید وابسته به بقیه اتفاقات روزمره باشه، چون اگه اینجوری باشه بعد وابسته میکنی به اون کار و کارت ادامه دار نمیشه. اینکه ادامه دار میشه یه کار و پافشاری میکنی، مثلا فرض کن حدود نمیدونم ممکنه 20 سال 30 سال روی چیزی پافشاری کنی و بمونی و اون کار رو ادامه بدی، به خاطر این هستش که احساس رضایتی هست که برای خودت ایجاد میشه به خاطر انجام وظیفه و نمیدونم حس مسئولیتی که داری. خب حالا زدیم توی رفتیم تو عرفانیات و نمیدونم ملکوتیات، بیان بیرون یه خورده به ناسوتیات برسیم، به این زمینی بگواره برگرد. حالا زمینی هم نیست، ولی مسئله میاد هنوز. بله آره مسئله فلسفه از این جهت برای من مهم بود که من در واقع اون چیزی که امروز درس میدم یا فکر میکنم یا مینویسم بسیار متأثر از اون چیزی که من تو دوره دانشجوی ریاضی یاد گرفتم و بعدن دوباره اینو موقعی که دکتریم تموم کردم در واقع باش برخورد کردم و میگم اون چیه. من موقعی که فلسفه ریاضی میخونم، فلسفه علم میخونم، خودتو مدیون اون ریاضی که یاد گرفتی تو دوره کارشناسی میدونی تا یه حدی؟ آخرش هم گردن ما زیر بار این ریاضی مون که مون، هیچ جوری ندونم.
آره خب مثل اون من میگم مثل پرنده که بدهکار پریدنه. آره آره آدم گاهی حالا اوقات یه بدهی برش میمونه. این سه تا درس بود که اون موقعی که من اینا رو میخوندم، من خب هیچ وقت یا امتحان نمره خوبی ازش نگرفتم یا اصلا فیل شدم اینا رو، ولی خب درسه میموند. یعنی مثلا من سه تا درس مهم بود که امروز واقعا تعیین کنندن برای من، یعنی توی چیزایی که مینویسم تو حوزه علوم انسانی آشکارا رد پای اینا رو میبینم. یکی فلسفه علم بود، یکی تاریخ علم بود، یکی منطق ریاضی بود. منطق ریاضی رو با دکتر پور عبدالله داشتیم، بعد فلسفه علم و تاریخ علم هم آقای مصلحیان فکر کنم درس میداد به ما. این سه تا منو با یه چیزای آشنا کرد که الان بعدا مثلا با ابطال ناپذیری و اینا آشنا شدم، با تمام اون آدمایی که توی فلسفه علم درسمون میدادن و از اینا بعدا پوپر برای من برگشت. کی باش برخورد کردم؟ دیگه وقتی که دکتریمو تموم کرده بودم، به خاطر اینکه استاد راهنمای دوم من آقای دکتر پایا یکی از شاید مهمترین آدمایی بودی که توی این سالها پوپر درس داده، عقلانیت نقاد درس داده، و وقتی تمام کردم من دیگه، چون عملا استاد راهنمای دوم نقش خیلی زیادی توی چیز نداشت الا اینی که موقعی که تو مراحل نهایی رساله یه نقدایی وارد میکنه که باید اصلاح کنی، بعد این عقلانیت نقاد یه جورایی شد یه بخشی از زندگی من که موقعی که داشتم درس میدادم دیگه نتیجه رسیدم که خب منی که دارم این مباحث رو درس میدم، چون عقلانیت نقاد یکی از پایه‌هاش اینه که شما نمیتونی، ما دو جور فیلسوف داریم، خب مثلا دو جور ریاضیدان داریم، یه فیلسوفی داریم که آدما ازش میترسن، مرعوب قلم به سلم به گویش و دانش بسیار زیادش و اینا میشن و فکر میکنن در اون حد اعلای معرفت و دانش یقینی و اینا، یه عده آدم داریم، یه عده فیلسوف داریم که مشی منش سقراطی دارن، یعنی مثل من و شما آدمای عادی ان، مثل من و شما اشتباه میکنن، ولی تنها فضیلتش بر من و شما اینه که این توانایی نقد کردن خودشون رو دارن، توانایی اینو دارن که برگردن بیرون وایستن به خودشون نگاه کنن بگن فلان اینجا رو اشتباه رفتی، شروع کن این تئوریایی که بافتی رو اصلاح کنی، نقد کنی، عیوبش رو بگیری که بتونی به یه نسخه تازه تری برسی. اینا میشن فیلسوفان خردگرای نقاد، چون هم به عقلانیت اهمیت میدن، هم به نقد خود اهمیت میدن، هم قائل به معرفت یقینی حتمی نهایی نیستن، چون میپذیرن که انسانن. حالا این رشته ما دو ریاضیات به نظرم داریم، یعنی ما دو جور ریاضیدان داریم، خب دو جور دانشمند داریم، حالا اینجا به طور خاص در ریاضی صحبت میکنیم، در فیزیک هم صادقه که در ریاضیات ما یه تیپ ریاضیدانی داریم که انقدر چیزا قلمبه سلمبه میگن و مینویسن، خب یه بخشش ناگزیره، شما نمیتونی بگی آقا من میخوام مثلا آنالیز چه میدونم ساعت پیشرفته برم درس بدم، بعد چیزای خیلی ساده توش بگم، بالاخره باید با یه اصطلاحای آشنا باشی تا قدم بذاری جلو، ولی همونا رو یه وقتایی لازم نیست مخاطبت مرعوب بشه. حالا اینو من نمیدونم دیگه، چون خیلی وقت از اون فضا فاصله گرفتم، نمیدونم چجوری میشه اینو ساده کرد به ساده گفت، ولی اصلا تو حوزه کار خودم هم میدونم چجوری میشه این کارو کرد خیلی ساده. تو همه جا میشه این کارو کرد؟ آره تو همه جا میشه این کارو کرد. حالا خودت بگو اگه چجوری یاد میشه. نه تو همه جا میشه این کارو کرد، فقط دارم تایید میکنم حرفتو، فقط مخصوص فلسفه نیست. فلسفه ریاضی مثالیه برای فلسفه. موقعی که دوچاره یه مسئله فلسفی میشی و نمیتونی یه چیزی رو خیلی خوب درک کنی، مثلا در مورد جبر و اختیار که دارن صحبت میکنن، اگه متوجه نمیشی که چجوری جمع بین جبر و اختیار ممکنه که رخ بده، بعد میتونی یه مثال از ریاضی پیدا کنی که کمک میکنه بهت که بهتر درک کنی که چجوری این جمع رخ میده. مثلا هندسه اقلیسی و ناقلیسی یه چیزیه مثل جبر و اختیار که توی یک دستگاه اصل موضوعی میتونه این اتفاق بیفته، میتونه اون یکی اتفاق بیفته. مثالای خیلی خوب برای فلسفه رو تو میتونی تو ریاضی پیدا کنی، و معمولا مثالای خوب اینجوری نیستش که از یه سری فرمولای خیلی پیچیده تشکیل شده باشن، بلکه کنه مسئله خیلی ساده هستش، و بنابراین تو ریاضی هم میتونی درک کنی، چون مثال خیلی خوبی رو برات ایجاد میکنه که چیزای دیگه هم متوجه میشی، و همه این دستگاه اصل موضوعی که تو نظریه مجموعه ها توی هندسه جاهای مختلف داره به وجود میاد، مثالای خیلی ساده شو میتونی تو ریاضی پیدا کنی، و خیلی راحت میشه دنبال این باشیم که ریاضی رو به یه شکلی به افراد توضیح بدیم، همونطور که تو فلسفه ممکنه که این کارو بکنی، ریاضی رو به یه شکلی ممکنه که بتونیم توضیح بدیم برای افراد که بدون فرمول باشه و به سادگی بشه برای هر کسی توضیح داد، برای هر کسی، اگه هیچی هم حتی درس نخونده باشه، چیزی بلد نباشه، تو میتونی یه مفهوم ریاضی رو انقدر سادهش کنی که همه متوجه بشه.
آره ولی چیز جالب اینه که توی یه چیز مشترکی من توی فلسفه ای که به شیوه عقلانیت نقاد بهش نگاه میکنم به ریاضی کشف کردم، اینه که این ابطال ناپذیری ظاهرا برای عده ای توی ریاضی مطرح نیست. البته بستگی به متدولوژی شما داره که ریاضی رو چجوری نگاه میکنی، به خاطر اینکه به شما میگن آقا شما موقعی که تئوری داری بالاخره یا با قطعیت میتونی بگی درسته یا با قطعیت میتونی بگی غلطه، ولی در ریاضی اینم توی ترازایی درسته، شما از یه جایی به بعد دیگه نمیتونی با قطعیت بگی همه چیز درسته همه چیز غلطه. تو آنالیز پیشرفته من نمیدونم واقعا وضع اینجوریه یا نه، از یه جایی به بعد دیگه واقعا هم حتی تو ریاضی، البته تو ریاضی من فکر میکنم بیشتر توی منطق ریاضی و توی هندسه، اونم احتمالاً تو هندسه اقلیدوسی بشه این حرف زد، به محض اینکه فضا عوض بشه یا یه خورده وارد تر از بالاتری بشی به همون گرفتاری اصلی برمیخوری که شما دچار یه عدم قطعیتی میشه، دچار یه حالا عدم قطعیت نه برای نسبیت و بی‌سرتر بودن این که هر چیزی درسته، بلکه این معنایی که شما دیگه نمیتونی با اون قطعیت سابق هم هر ادعایی رو بکنی بگی هر تئوری درسته. ولی به طور کلی میتونی بگی که در قرائت بشر از هستی قطعیت وجود نداره و حتی خود این جمله‌ای هم که من گفتم قطعیتی درش نیست. آره ولی خب میشه یه کاری کنی که دوریش نکنی دیگه، چون اگه قرار بشه همینجوری دوری کنی از یه چیز بی ربط بی معنی بی خودی گفتی، یعنی اگه هر چیز همینجوری دور بزنه دور خودش چیزی کمکی به حل مسئله ما نمیکنه. قرن هست که داریم دور میزنیم دور خودمون، یعنی بعد اینو بپذیریم. آره اینو باید بپذیریم که ابزار ما برای شناخت هستی کافی نیست. خب شما بیا فرض کن شما توی دایره‌ای هستی، خب آخه دور زدن هم مثلا مثال فیزیکی بزنم، زمین داره دور خودش دور میزنه، خب زمین داره دور خورشید هم دور میزنه، همزمان این منظومه شمسی تو کهکشان راهشیری هم داره حرکت میکنه و احتمالاً اونم دور یه چیزی ممکنه دور میزنه باشه، حالا یا خطی میرفته ما که نمیدونیم که اون ورش چه خبره، ولی این دور زدن به هیچ معنی نیست که شما تغییر وضعیت ندارید، دور میزنی ولی بزرگ شما مثلا از دوره تو از دوره حیات بیولوژی که توی نقطه متولد میشه توی نقطه میمیری یه سری چیزایی برات تکرار میشه، ولی همیشه چیزای تازه‌ای کشف می‌کنی، مثل یه چرخ دوچرخه رو در نظر بگی دور خودش میچرخه ولی جلو هم میره، این نمیتونیم بگیم این دور زدن به معنای ثابت بودن و درجا زدنه، دور زدن احتمالاً به معنای تقویت کردن یه سری چیزایی که ما داریم رینفورس میکنه در واقع، نه به معنای درجا زدن، چون اگه درجا زدن باشه حیات عوض پوچ بیخود مسخره خنکی میشه دیگه. آره نه اینکه تکامل هم توش داره دیگه، منتها اینکه ما بخوایم با این مثال پیانو هست، چند تا مثال هستش خودت هم بلدی دیگه، تو فلاتلند مثلا مثالی که داره میاره همه اینو کمک میکنه که متوجه بشیم که ابزارهایی که ما داریم ممکنه که کافی نباشه برای اینکه درک درستی داشته باشیم. نمیدونم سوال کیمیا رو دیدی یا نه، راجب به دنیای پس از مرگ داشت ازت یه چیزی میپرسید، میگفتش که داریش تو فلسفه راجب دنیا پس از مرگم صحبت میکنه یا نه. خوبی این از همون چیزاییه که نمیشه با قطعیت در موردش صحبت کرد، چون ابزار ما اصلا کافی نیستش برای اینکه بخوایم جواب بدیم. آقا ببین این سوال خیلی خوبیه، این سوال خیلی کلیدی فلسفی و دینیه. سوال اینه که ببین سوال اگه معرفت شناختی مطرح کنیم اینه که ما اینایی که میدونیم چه جوری میدونیم، از کجا میدونیم. خب شما تو ریاضی که بخوای بدونی بالاخره یه مقدماتی داری، از یه جای شروع می‌کنی، تئوری یاد می‌گیری، درس‌های مختلف یاد می‌گیری برای حل یه مسئله خاصی، مکانیزم هم معلومه، معلم داری، کتاب می‌خونی، درسی می‌خونی و در دسترس تو، یعنی بین الاذهانیه، می‌دونی متکی به خرد خودبنیاد این انسانه، احتیاج به هیچ عامل بیرونی نداری، یعنی شما اگه تنها توی جزیره هم ولت کنن ممکنه بگن کشفیات ریاضی خودت برسه، ولی موقعی که میرسی به زندگی پس از مرگ، حالا ما اصلا کار نداریم اصلا زندگی پس از مرگ یعنی چی، چه معنایی میتونه داشته باشه، به روایت ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، به روایت بیدینات و هر روایتی که هست، این خلاصه میشه تو اینی که یه پیغمبری اومده به شما اینو گفته، اصلا زندگی پس از مرگ رو بذار کنار، اصلا همین خداه، شما چجوری میدونی که یه کسی وجود داره به اسم الله؟ اگه محمدی نبود که بیاد بگه لا اله الا الله، شما اصلا نمیتونستی بفهمی لا اله الا الله یعنی چی، ولی عربا که میدونستن که الله وجود داره، رحمان هست، رحیم وجود داره، این اومد یه وحشی از یه چیزی یه کسی ارائه داد که فقط خودش میدونست، و این معرفتی که محمد به ما میده، محمد رسول الله، معرفت سنجش ناپذیره برای ما، بهش اعتماد میکنیم، بهش ایمان میاریم. حالا به این معنی نیست که ما نمیتونیم تجربه کنیم، احتمالاً یه بخشی از تجربه های معنوی و باطنی و درونی
به ما هم منتقل میشه و باعث میشه ما بهش ایمان بیاریم، باور کنیم، حالا یا توی موقعیت چیز. ولی ته قصه ما نمیتونیم اینو بسنجیم. یعنی اگه مثلا او به ما میگه که یک کسی به اسم جبرائیل به من گفت بیا این حرفا رو بگو، ما ها که ندیدیم که. مثل مسئله ریاضی، مثل مسئله مثلا فیزیکی نیست که توی چه میدونم فیزیک یا شیمی شما میدونی که آب خالص اگه در 100 درجه سانتیگراد تو سطح دریا بجوشونیش تو سطح دریا در این درجه جوش میاد. ولی به همه آدم ها هم فرقی میکنه، سفید باشن، سیاه باشن، مرد باشن، زن باشن، نمیدونم مسلمون باشن، بیدین باشن، همه از این آزمایش یه نتیجه میگیرن تو شرایط یکسان. همیشه نتیجه یه تفاوتی وجود داره دارش. من متوجه یه چیزی شدم. ببین ریاضیات در مورد حقیقت صحبت میکنه، فیزیک در مورد واقعیت صحبت میکنه و فلسفه هم در مورد واقعیت صحبت میکنه. ما فقط حقایق رو میگیم، به این کاری نداریم که توی واقعیت چه اتفاق میفته. ببین حقیقت مسئله این هستش که یه گزاره درستیه بر اساس یه بازی که از اول شروع شده، یعنی اون اصول موضوع اولیه که نوشته میشه چیزیه که خود ریاضیدان ها نوشتن و بر اساس اون دارن حقایق بعدی رو میگن. کاری هم ندارن که این حقایق با واقعیت دنیای بیرونیه، بیرون از ذهنشون اصلا وجود داره یا نداره، در ارتباط هستش یا نیست، چندان مهم نیست. فیزیک اینجوری نیست. فیزیک در مورد واقعیت ها صحبت میکنه، اینکه یعنی واقعا آب تو 100 درجه جوش میاد یا نه. ریاضی کاری که میکنه اینه که میاد تعریف میکنه، میگه که ما به این میگیم نقطه جوش، بعد حالا یه اتحاد براش میگه، یه فرمول میگه، یه چیزی نتایج از این میخواد بگیره. این تفاوت عمده ایه که بین ریاضی و فیزیک یا بین ریاضی و فلسفه وجود داره. بنابراین کسایی که ریاضی میخونن دنبال این نیستن. ببین اینا قابل دنبال این نیستن که واقعیت هستی رو پیدا کنن. حقیقت قابل جمعه. خب ببین اینجا من با این موافق نیستم، به خاطر اینکه من دست کم تو فلسفه علم، یعنی مثلا به یه آدمی مثل پوپر اگه اینو بگی یا مثلا دیوید میلر اینو شما بگی، میگه اون چیزی که شما میگید فکت و بهش میگید تروث یا بهش میگید ریالیتی، اینا اسمای مختلفی که شما ارائه میدید. ته قصه اینه که حالا چه ریاضی باشه، چه فیزیک باشه، چه شیمی باشه، همه میخوان به حقیقت برسن. اون حقیقت نهایی منتها نکتهش اینه که این حقیقته انقدر بزرگه که تو جیب من و شما جا نمیشه. چون تو ریاضی هم این در تاریخ ریاضیات اینجوری نبوده داریوش. ببین رسیدن به اون واقعیت، فکت‌ها رو میگفتن فقط مثل یه بازیه. مثل اینکه تو مثلا فرض کن قانونایی برای شطرنج میذاری، بعد میگی که ما یه اسب داریم که این اسب ال میتونه حرکت کنه، بعد یه سری مسائل بر اساس این پیش میاد که اگه اسب ال حرکت کنه چه اتفاقی. حالا دو روز دیگه یه نفر بیاد یه مهره دیگه اضافه کنه، زرافه مثلا فرض کن سه دور خودش بپیچه حرکت کنه، اون قانونای بازی رو که گذاشتن بر اساس اون یه سری مسائلی به وجود میاد. ریاضی در تاریخ ریاضیات به طور کلی خیلی وقتا مستقل از این که بعدن چه استفاده در زندگی روزمره ازش بشه، یه سری قوانین و بازیایی رو به وجود آوردن. بعدن یه عده پیدا شدن که اومدن ازش استفاده کردن، ولی هدفشون رسیدن به واقعیت نبود. درسته. ببین یه فرقی داره، اونم فرقش در اینه که شما اصلا روش شناسی ریاضی چیه. یعنی اگه فکر میکنی که، یا فکر میکنی ریاضی یعنی که شما یه سری قراردادی که ما میذاریم، یه سری قانونی که ما وضع میکنیم، یا مثل بعضی ها فکر میکنی که آقا ریاضیدان قانون وضع نمیکنه، ریاضیدان در واقع داره این رازهای هستی رو کشف میکنه و روایت میکنه. خب میدونید دیگه گروهای مختلفی هم که توی شهودگران نمیدونم چه اصطلاحاتی که توی چیز به کار میبرن. ولی از بحث دور نشیم، حالا ممکنه اینجا بشه به یه فهم مشترکی رسید. حرف من این بود که اگه پیغمبر بیاد به شما بگه که آقا مثلا یه موجودی وجود داره به اسم فرشته که این فرشته 4 تا سر داره، 6 تا دم داره، 18 تا بال داره، خب شما چه رایی داری برای که بفهمی ادعایی که میکنه درست یا غلطه؟ هیچ رایی نداری. یعنی شما فقط میپذیری حرف این پیغمبر رو. حالا بعداً ممکنه با خودت حساب کنی که حالا با عقلم جور در میاد اگه ما مردیم، اگه بعدش یه حیاتی داشته باشه. حالا بعد فیلسوفا اومدن درش خدشه کردن، گفتن آقا این جسم آدمی فسادپذیره، این تن نمیتونه محشور بشه، اونی که بقا داره نفسه. و یه عده اصلا قائل شدن به اینی که آقا تمام اینایی که شما داریم میگی ذهنیه، تمام اینایی که داریم میگی در خیال آدمی اتفاق میفته. خیالم به معنی فکرای پریشون و پرد و پلا اینا نیست. مهمترین قوه‌ای که آدمی داره تخیله و این تخیل خیلی چیزا به آدمی میده، یه دنیای بی‌نهایتی توشه. توی این شعر مولوی هم هست دیگه، یه شعری داره که واقعا حیرت آور. این شعر میگه که ای تو نهاده یک قدم، میگه ای تو نهاده یک قدم بگذشت از هر دو جهان، وح تا کدامین عرصه بود تا تو به اسبان تاختی. میگه تو یه آدمی هستی، موجودی هستی که یه قدم ور میداری، این
این جهان و اون جهان هرچی هست رو با هم طی میکنید و خود تا کدامین عرصه و تا به اسبان تاختید. این چه فضاییه، چه عالمیه که اصلا با قدم نمیشه ورزش، باید اسب مختلف عوض کنید طی کنید. خب این گستردگی خیال این آدم رو نشون میده دیگه، چیزایی که تجسم میکنه. خب صوفیان مختلف تخیلات مختلفی داشتن، یه عده بافتن خیلی زیاد هم بافتن مثل ابن عربی، یه عده تخیل داشتن خیلی تخیلشون انسانی بوده، مثلا مثل آدمای مثل خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و بایزید بستامی که خیلی انسانی‌تر و زمینی‌تر معطوف به زندگی این جهانی انسان کار داشتن و این هستی و بهشت و نمی‌دونم دوزخ و اینها رو تو این چارچوب معنی می‌کردن. حالا سوالو گم کردم، سوال چی بود؟ نه مسئله اینه، من کتاب بازگشت خوندی دیگه، خیلی از اینجور سوالا ایجاد میکنه که مبهمه، نمیشه جوابی بهش داد، هر جوابی هم هر کسی ممکنه بهش بده، ولی تو اون دو سه صفحه آخر سعی میکنه یه مقدار آرامش ایجاد کنه اگه یادت باشه. آخرش مسئله اینه که همه این صحبتایی که میکنیم، راههای مختلفی که میریم، مثلا فرض کن من میگم ریاضی مثل یه جعبه بازیه که ما درست میکنیم، مثل اصول موضوعه رو براش میذاریم، مهرهای بازی رو میذاریم، شروع میکنیم به بازی کردن و مستقل از این که بعدن تو زندگی واقعیمون ازش استفاده میکنیم یا نه، یعنی افراد دیگه پیدا میشن که از اونها استفاده میکنن تو زندگی و یه کاری رو باشون انجام میدن و بعد ممکنه سر این بحث کنیم، حرف منو قبول کنی یا قبول نکنی یا هر چی، یا در مورد حیات، هستی، اعتقاد، همه این چیزا صحبت کنیم. حرف آخری که میشه زد این هستش که من چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که کدومی که بهت آرامش میده، چون نمیتونیم در مورد این صحبت کنیم که دلیل بیاریم که درسته یا درست نیست، مثل همون مثالایی که زدی که اگر به ما بگن که یه موجودی هستش که نمیدونم 17 تا بال داره، این شکلی هستش، ما هیچ دلیل قانع کننده ای نمیتونیم بیاریم که اثباتش کنیم، نمیتونیم ردش کنیم. ولی نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم رد کنیم. مسئله مهم این هست کدومی که به ما آرامش میده. هرچی هم که آدم سنش میره بالاتر بیشتر متوجه این مسئله میشه که کدوم حالت به ما آرامش میده، اون رو بهش معتقد باشیم. من پذیرفتم که این مدل فکر کردن من به من آرامش میده، بنابراین اینجوری فکر میکنم. با کسی هم بحث نمیکنم که این مدلی که من دارم فکر میکنم مدل درستی هست یا نه، به خاطر اینکه قرائت من از هستی اگه به این شکل باشه که من اینو متوجه شدم، این کارا رو وظیفه دارم انجام بدم، در برابر این هدفی که از خلقت وجود داره، من این تعبیر رو دارم که مثلا ترکیب خطی بقیه دنیا نمیتونه کار من انجام بده، این مدلی که من دارم فکر کنم به من خیلی آرامش میده. حالا در مورد حیات پس از مرگم اگه من یه مدل خاصی بهش فکر کنم که به من آرامش میده، مال منه، من اینجوری لذت میبرم از دنیا، بنابراین کافیه این مدل فکر کنم. آره ولی میدونی یه عنصر دیگه توش هست، یه عنصر دیگه که نادیده میگیریم وقتی میگیم این فلان چیز به من آرامش میده، این کاملا مقید به بشریت ماست، یعنی به این ساخت خاصی که من و شما به عنوان یه ارگانیسمی که رو کره زمین زندگی میکنیم، من و شما مثلا موش بودیم، سگ بودیم، گاو بودیم، بز بودیم، یه جور دیگه به آرامش میرسیدیم، مثلا دغدغه هامون فرق میکرد، یعنی اون چیزی که من و شما باعث میشه دلمون بهش یعنی غیر فعال شدن این قسمت کورتکس جلویی معروفش میشه، اون حالت در واقع احساس شرم و اینا میره کنار. ولی شما اگه این شراب و پای درخت بریزی، درخت مست نمیشه، میدونی؟ ولی یا مثلا مولوی که میگه که گر نهی تو لب خود درش بستگی داره، اگه تو به رینکارنیشن معتقد باشی فکر می‌کنی که اون درخت هم بعدم ممکنه که مست بشه. فکر می‌کنی صحبت ما تسته دیگه، یعنی شما درخت لوتی آره. نه میدونم اونی که در ذهن افراد چی میگذره رو ما نمیتونیم در موردش بحث کنیم، اون تو دنیای داخل ذهن اتفاقا خارج ذهن کار دارم. من دارم میگم که شما بالاخره یه آدمی هستی به دنیا میای، یه نیازایی داری، این نیازا بیولوژیکه، شما چه به خوردن داری، خوابیدن داری، نمیدونم یه لذات دنیوی هست که اگه اینا نباشه به میتونی میشه تستش کرد. تو دوره‌های مختلف تو تاریخ شما میتونی آزمایش کنی، اگه یه عنصر از ذهن از آدم بکشی بیرون، آدم به هم میریزه. مثلا ما بیولوژی اینو برای ما کشف کرده که یه سری هورمونای تو وجود و بدن وجود تو وجود تو تن آدمی وجود داره که اینا ترشح میکنه، اگه ترشح اینا بالا پایین بشه شما افسردگی میگیری، شما رفتار تغییر میکنه و اینو شما با دارو میتونی درست کنی. و من یه مدتی به این نتیجه رسیدم که اگر مثلا آدمای مثلا 500 سال پیش به این نتیجه میرسیدن که اگه غم دارن، اگه اندوه دارن، مثلا میرفتن مثلا فلوکسیتین میخوردن، احتمالاً شاعر تولید نمیشد، چون آره اصلا الان دیوان حافظی وجود نمیده. دقیقاً وجود نمیده. حالا یه چیز دیگه، من اصلا به یه چیز دیگه فکر میکردم، اگر که مثلا فرض کن افلاطون و ارسطو اینا
یه هلیکوپتر داشتن یا مثلا یه نمیدونم پهباد داشتن که میرفت از یه ذره بالاتر فیلم میگرفت از کره زمین، اصلا یه فلسفه دیگه به وجود میومد و مسیر خطی فکر آدمی به طور کلی از 2000 خورده سال پیش تا الان به خاطر این مسیر رو پیدا کرده که مدل فکری ارسطو و افلاطون اینا از اونجا شروع شده. بنابراین این تاثیرگذار بوده رو فکر کردن ما و قرائت ما از هستی. آره دیگه، بنابراین همون دعوای اصل دعوام همین بود. اصل موضوع ما هم همینه که ما به جای اینکه اینقدر زیر نفوذ ارسطو و افلاطون باشیم، میتونیم بریم سراغ سقراط، چون سقراط خلاف اینا فکر میکنه، مثل اینا فکر نمیکنه. اصلا این کتاب جامعه باز پوپر همینه دیگه، میاد به ما میگه آقا شما 2000 سال زیر نفوذ این دوتا آدم موندید و این آدم کلی اشتباه داشتن تو زندگیشون و اصلا نتونستن از این تراز بیان بالاتر و شما دست و پای شما رو بستن، اجازه فکر کردن به شما ندادن، شما مرعوب اینا بودید. حالا مثلا به ندرت چند بار در طول تاریخ بشر پیش اومده، کم هم نبوده البته، ولی خب ثبت نشده. یعنی مثلا یه گالیله اومده آقا طرف حرف مفت داده، کلیسا یه اوره گردنی سازه بیرون، آقا شما به مقدسات ما اعانت کردید، خب بعد اینجوری شده. ولی خب بالاخره مطالب خود رفته. مسیر علم اینجوری نبوده که منهدم بشه و دوباره درست بشه، ترمیم شده، تصحیح شده، تعدیل شده، یه ذره کج و راست شده. درسته. آره من تو ریاضی بعد میشد، بعد یه بار این اتفاق میافتاد که منهدم میشد، از نو درست میشد. مثلا فرض کن الان اسکندانی داره نیوتن مثال میزنه، اگه نمیمد شاید مثلا زودتر ما علم یه جور دیگه پیش میرفت. یا تو ریاضی مثلا من خیلی وقتا در مورد مسئله هایی که 3-4 قرن حل نشده باقی مونده و بعد نهایتا حل شده به این فکر میکنم که مثلا اگر که فرما نمیومد اینجوری مسیر رو پیش نمی آورد، شاید که طور دیگه اصلا علم پیش میرفت. همون بحث اول پیش میاد که اکتشافیه یا اختراعیه این چیزایی که ما داریم بهش فکر میکنیم. خب آخه نیوتن اومده مسئله خودش حل کرده، نیوتن یه مسئله‌ای داشته، برای مسئله خودش راه حل پیشنهادی داده و اون راه حل پیشنهادی ابدی نیست، شما میتونی یه راه حل دیگه پیدا کنی اگه ببینی اون جواب اون چیزایی که این بابا پیشنهاد کرده جواب میداده. اگه بشر متوجه این مسئله بشه که این راهایی که ما داریم میریم ابدی نبوده، یه جایی باید شک کنیم به اون چیزایی که قبلا به وجود اومده. هر موقع که بتونیم این شک رو داشته باشیم میتونیم، تردیدها همیشه موجب مثلا به وجود اومدن پارادوکس ها شده، پارادوکس ها موجب رشد علم شده دیگه. نه اگر که این قاعده اینه که شما همیشه باید شک داشته باشید، قاعده اصلا همینه که شما به خاطر اینکه انسانی باید یادت باشه که اصلا شما گرفتیم رسیدی به سرچشمه تمام معارف پاک ناب نمیدونم ازلی الهی ابدی بشری هر کوس درمال که تو جهان بذاری، چون شما انسانی، چون شما محدودیت فهم بشری داری، هر کار کنی بالاخره فهم شما مقید محدود و معیوبه، همیشه در معرض خطا، در نتیجه همیشه. ولی افراد کمی اینو متوجه شدن. آره دیگه، ببین مثلا نگاه اشتباه کجا پیش میاد، این اشتباهی بدتر کجا پیش میاد؟ تو ریاضی تو ساینس حالا ممکنه کمتر پیش بیاد، ولی تو دین بیشتر پیش میاد. بخاطر اینکه خدا گفته، خب خدا که گفته به اندازه عقل تو گفته، عقل تو که بیشتر از این نمیفهمه، تو حتما ممکنه اشتباه کرده باشی. اصلا کل بشریت گرفتار همین موزله، چون خدا گفته ولی خود اون آدم هم خیلی موثره توی این که چجوری به مسئله نگاه کنه. تو مثلا نگاه منوچهری رو نگاه کن، منوچهری دامغانی که طبیعتگرا بوده و خیلی ساده همه چیز رو میومده میگفته، با نگاه خیام نگاه، هر دوتا هم دارن راجع به اتفاقای طبیعی صحبت میکنن، ولی نگاه خیام مملو از تردیده، در صورتی که اصلا منوچهری سراغ این مسئله نمیره. خود آدم ها هستن که چجوری اون قرائت رو پیدا میکنن. تردید خیام البته به خاطر اینکه دهریه دیگه، به خاطر اینکه این خیام آدمی که قائل به اینه که شما یه هستی داری، یه وجود داری، یه کازماسی داری، یه گیتی داری که این اول نداره آخرم نداره. خب برخلاف مثلا نگاه متکلمانه که میگه این عالم قدیم نیست، محدث، یه زمانی بوده که نبوده بعد یهو بود شده، creation ex nihilo، یعنی که از هیچ به وجود اومده. این وقتی داره میگه فردا که از این دیر کهن درگذریم، بعضیا به غلط گفتن فردا که از این دیر فنا، این آدم قائل به اینه که این دیر بماندم در این سرای کهن من، یعنی که یه ادعی داشتیم بین فیلسوفانمون و شاعرانمون یا صوفیانمون که معتقد بودن این عالم پیره، عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد، این عالم هیچ وقت بین نمیره، قیامتی بشه کن فیکون بشه، این همینجوری ادامه داره. ممکنه مثلا کره زمین از بین بره، خب کره زمین رو ما بزنیم خرابش کنیم، ولی عالم وجود داره. اینجوری نیست که یه پوچ بشه بتره که یه بیگ بنگ معکوسی اتفاق بیفته همه چیز بشه هیچ، بشه مثلا سیاه چاله. به این علتی که اونها اینجور مثلا خیام اینجور نگاه میکنه، ولی مثلا اگر
منوچهری هم یه خورده فیلسوف مشرب تر بود احتمالاً اینجوری نگاه میکرد بهش دیگه. نبوده خب، فیلسوف مطلب نبوده. من همینو میگم، آدم ها با هم فرق. ببین خیام به خاطر این نگاهی که داشته، که نگاه فلسفی که داشته، رو ریاضیش هم اثر گذاشته. یعنی موقعی هم که داره خیام جزو کسایی بوده که شک کرده به اصل پنجم هندسه اقدسی و بعد سعی کرده که اثباتش کنه، این خودش نشون میده که آدمی بوده که اون موقع تموم میشه. البته من شارژم هم داره تموم میشه، نه شارژه شارژ خودت داره تموم میشه، شارژ شارژ خودم نه شارژ گوشیم داره تموم میشه. آره حالا بذار یه مقدارم راجع به این صحبت کنیم که از همه کسایی که این کامنت ها رو دارن میذارن تشکر کنیم، خیلی ممنون. چیزایی که می نویسین، ما چون داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی کم به کامنت ها توجه میکنیم، البته من میخونم ولی چون وسط صحبت تو هستش و میترسم اگه صحبت تو قطع کنم باعث بشه که دوباره بری توی پرانتز دیگه باز کنی و صحبت طولانی دیگه رو شروع کنی. این از تجربه اینو میگی، این تمام سالهای قدیم یادش میاد یهو فیل شاد اندسون میکنه میره سراغ حافظ مولوی، دیگه کار حضرت فیل بکشیمش بیرون. آره آره، یه چیز خوبی که داری فکر کنم مثلا آدمایی که زیاد سخنرانی میکنن بعد حواسشون به این باشه، الهی قمشه‌ای هم اینجوری است، پرانتز زیاد باز میکنه ولی به همون تعدادی هم که پرانتز رو باز میکنه آخرش میبنده، حواسش به این هستش که چیز کنه. یعنی اون میبنده من نمیبندم؟ نه نه، تو هم اینجوری هستی. چرا؟ تو هم به خاطر اینکه خب معلم ها اصلا باید حواسشون باشه که پرانتزا رو ببندن، چون بعدا آخرش میخوان امتحان بگیرن دیگه، نباید باز ببندن. آره ولی ببین یه نکته مهمیه، خوب شد گفتی الهی قمشه، من حالا یه پرانتز باز کنم بعدم زود ببندم. به الهی قمشه خیلی متکی با حافظه‌شه و یه وقتای الان خوب اگه مقایسه کنیم پرت و پلا زیاد میبافه، یعنی خیلی ذوقی حرف میزنه. اگر مثلا به تربیت فلسفی علل خصوص اگه علم میخون یه خورده ملتزم میمونده، تربیت علمی و تربیت فلسفی کمتر حرف میزد و حرفای واجد موضوعیت بیشتری میزد تا اینکه قصه زیاد بگه. خوش مشرب خوش صحبت مردم گرم میشن، حال میکنن میشن، اونم به دلال فرهنگی، چون ما خیلی از شعر خوشمون میاد و شعر که اصلا نرممون میکنه، خاممون میکنه. کیمیا نوشته عالی بود، یه شب دیگه همینو بذار. ببین ولی داریش نکته مهم در الهی قمشه‌ای اینه که به قدری خوب صحبت میکنه که مخاطب زیادی متأثر میشن از صحبتهاش. این خیلی سخته که آدم طوری بتونه صحبت کنه که همه متوجه بشن. همون که گفتی مرعوب نمیشه موقعی که آدم نشسته، مرعوب نمیشه. این کاریزماست میدونی، جذبت میکنه، میخکوب میشن مردم پای صحبت. ولی خب مثلا من یه زمانی مثلا 20 سال پیش میشدم، الان دیگه نمیشم. من یه 5 دقیقه گوش بدم حالم بد میشه، یعنی پا میشم میرم پرت پلا میگم، مثلا شروع میکنم بعد ویرا گفتن. تو احتمالا ممکن لذت بده چون اونجا سویچ آف میکنی، من سویچ آف نمیتونم بکنم دیگه. یعنی قطعا 20 سال پیش من میشنیدم، خب یه سری چیزایی که سوال میکرد و به طرف گیر میداد اینجور چیزا رو من خاموش میکردم، الان ذهنم روی ریلی افتاده که اصلا خود خدا بیاد جلوی من وایسته، هر دو دقیقه میگم چرا اینجوری گفتی، چرا اونجوری گفتی، یعنی خود خدا زله میشه میگه بابا برو تو آدم بشو نیستی. آره. نه اینکه بخوای مخصوصا اگه در حال تولید یه محصول مکتوب باشی، اگر که تصمیم داشته باشی که یک چیزی، حالا یا مقاله داری یا کتاب داری می‌نویسی، اگه در حال تولید یه محصول مکتوب باشی به شدت کنارگیری میکنی از اینکه بخواد بقیه. من خیلی وقتی مثلا میخوام شروع کنم کتاب بنویسم یا یه متن خاصی مثلا میخوام بنویسم راجع به یه موضوع خاص، خیلی سعی میکنم اجتناب. بهتره که تو اون زمینه چیزی نخونی. به طور کلی خوندن خیلی خوبه ولی تو اون لحظات اگه آدم بخونه خوب نیستش. داشت چند تا کتاب نوشتی تا حالا؟ چند تا کتاب نوشتم؟ 1, 2, 3 فارسی و انگلیسی. من فارسی یا انگلیسی؟ فارسی چی ننوشتم. ها نه، اگه بخوایم حساب کنیم ترجمه اینا که مثلا 6 7 تا میشه دیگه. ببین مثلا یه دو سه کتاب ترجمه کردم، یه کتاب درباره اختراع حقوق بشر، یه کتاب دیگه کتاب دیگه هم درباره حقوق بشر ترجمه، این آنلاین این ور اونور چاپ شده. ولی این کتاب مهمترین کتاب من کتاب رساله دکتریمه که اتوریته به دو سرزمینه، که در واقع نقدی از ماکس وبر و تئوریای نمیدونم ایدئال تایپ های اتوریته و رهبری و این جور چیزا است. بعد یه کتاب دیگه هم که تصحیح فارسی ای چاپ کرده. کدوم به این کتاب آخر منو پلگریف چاپ کرده، پلگریف توی آمریکا چاپ کرده که الان دیگه پلگریف مکمیلان بود، الان با شپرینگر یکی شده، شپرینگر یعنی سر پلگریف خریده اونا چاپش کردن. این کتاب آخر من که احتمالا ممکنه یکی دو هفته دیگه بیاد از زیر چاپ بیرون چون همه کاراش تموم شده،
تصحیح مجلس خوارزم شهرستانی، شهرستانی صاحب ملل. این برای این توضیح میدم به خاطر اینکه کلام گفتی رفت داره که تو نوشتن خیلی اثر میذاره سر این چیزا. تو نوشتن شما احتیاج به دقت داری که بفهمی پرت و پلا نمیشه گفت، نمیتونی واسه همچین آب ببندی بهش، میدونی نمیتونم من بشنم همینجوری شعر ببافم به هم، نمیدونم اینا رو به هم منتقل کنم، چون اونجا تکیه به حافظه است. ولی توی نوشتن شما باید مرتب رفرنس بیاری که اتفاقایی که افتاد مثلا پارسال موقعی که من داشتم آخرین یعنی اوایل همین امسال شمسی آخرین ویرایش های کتاب داشتم، چون کتاب تموم شده بود. بعد مثل یه ماه من داشتم با این سر کله میزدم که آقا این چرا ما رو ول نمیکنه، به رئیسم رفتم گفتم این یه چیزای بدیهی میاد، میگه آقا جان حرف اینو گوش کن، حرفم نزن، هر چی این داره میگه همونه. بعد موقعی که تمام کردم دیدم اصلا یه چیز کاملا متفاوت، متن عوض نشده، استدلالا قشنگ صیقل خورده، پاکیزه شده، دیگه شما نمیتونی بگی من این حرف زدم چون خودم میگم. بعد اگه گفتن کی گفته، میگه آقا من کار نداره، ببین 50 نفر آدم مختلف اینجا و اینجا و اینجا این حرف زدن، چرا یقه منو بگیری برو یقه اونا رو بگیر. یعنی شما از آز علمی کار خیلی منسجمتر میشه، در حالی که با حافظه تکنیکی اینا رو نداری، بعد اشتباه زیاد میکنی. به یه نمونه خیلی خوب دم دستیش دکتر سروش، دکتر سروش چون خیلی به حافظه تکیه میکنه توی بخشی از روایت ها متوجه این تناقضا نمیشه، یعنی یه چیزی الان میگه که با شیست ایرادی رو نمیپذیرن، چون میگن میتونسته کارگردان کات بده دوباره بگه که نقشش رو بازی کنه. تو تئاتر چون روی صحنه هستش هر اتفاقی ممکنه بیفته. سخنرانی هم همینجوریه، سخنرانی آنلاینه دیگه داره انجام میشه، ولی کتاب یه کار آفلاینیه که داری ارائه میدی از خودت. و میگن که داوره، که داور خوبه که باعث میشه حالا چه مقاله چه کتاب موقعی که صیقل پیدا میکنه و خوب میشه، به خاطر این هستش که داور نظر میده که